امروز در پژواک، داستان زندگی سونیا. گفتگوی هفته، ایمان مسموم. دوستان عزیز، سلام بهتون میگیم و خدا رو شکر برای یک روز دیگه. ادوین کشیشاپوس هستم با برنامه 80 پژواک با دوستان عزیزم اشکان و جنیفر خدمت شما هستم. من هم خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم، اشکان املاشی هستم. امروز با یکی دیگه از برنامه های پژواک، این بار با عنوان ایمان مسموم خدمتون هستیم. عزیزانی که ما رو از روی فیسبوک دنبال میکنید حتما با موضوع امروز آشنا هستید. دوست داریم که صدای شما رو از طریق یاهو، از طریق فیسبوک و یا تلفن های شما در حین برنامه بشنویم، مخصوصا برنامه امروز که موضوعش طوری هست که میخوایم موضوع به موضوع صحبت بکنیم و سر هر موضوعی که احساس میکنید میخواید نظر خودتون رو بگید یا حتی چیزی رو اضافه بکنید، در واقع تلفن های خودتون از ما دریغ نکنید، با ما صحبت کنید، صدای شما رو خواهیم شنید. عرضم به خدمتتون، امروز برای بعد از مدت ها اس ام اس هم داریم. اگر شما دوستان عزیز دسترسی به SMS دارید میتونید با ما تماس بگیرید و اگر میخواهید باهاتون تماس بگیریم فقط شماره تلفن خودتون روی SMS برای ما بفرستید و عزیزان در پشت صحنه به شما دوستان عزیز زنگ خواهند زد. بله، خب صحبت رو کوتاه کنیم، بریم با هم دیگه اخبار رو ببینیم. جنیفر جان با شما خواهیم بود. با درود بر شما بینندگان گرامی، جنیفر هستم و با گزارش این هفته پژواک خدمت شما خواهم بود. انتشار فیلم تبلیغی ظهور بسیار نزدیک است، با واکنش منفی روحانیون محافظه‌کار مستقر در قم روبرو شده است و شماری از خطیبان دولتی این مستند را رد کردند. قرن‌هاست که جهان بشریت چشم انتظار آمدن مردی است که تمام ادیان الهی آمدنش را اشارت دادند. مستند ظهور بسیار نزدیک است که از سوی گروه فرهنگی مبشران ظهور تهیه شده و در سایت این گروه قابل دیدن است. مصادیق بارز یاران مهدی موعود را در میان شخصیت‌های سیاسی امروز ایران و لبنان یافته، از جمله آن که آیت الله خامنه ای را سید خراسانی و محمود احمدی نژاد را شعیب ابن صالح اعلام کرده است. آیت الله علم‌هدا خطیب نماز جمعه مشهد که گفتاوردی از او در این فیلم آمده است، با انکار یکی بودن آیت الله خامنه ای با سید خراسانی افزوده است: آنچه در آن سیدی آمده را تکذیب می‌کنم. در تازه‌ترین واکنش‌ها حوزه علمی قم نیز با صدور اطلاعیه این مستند را مردود دانسته و مستندات آن را برگرفته از کتب غیر معتبر اعلام کرده است. افغانستان و عراق، جنگ‌های آفریقا و جنگ علیه گروه اتریشی نفت و گاز OMV اعلام کرده است که هواپیماهای دولتی ایران، ایرانیر، نمی توانند از این پس در فرودگاه وین سوختگیری کنند. خبرگزاری رویتر به نقل از روزنامه وینر تسایون روز 28 مارس گزارش داد که گروه اتریشی OMV در راستای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قرارداد خود را با ایرانیر تمدید نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، قرارداد میان OMV و ایران 23 مارس به اتمام رسیده است. کامران نجف‌زاده، خبرنگار جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، پس از اخراج از این کشور روز جمعه 5 فروردین وارد ایران شد. اخراج آقای نجف‌زاده پاسخی است به عملکرد دولت ایران در خصوص اخراج جی دشمخ، خبرنگار خبرگزاری فرانسه از تهران، که نیمه اسفند ماه صورت گرفت. اما آقای نجف‌زاده به خبرنگارها گفت که علت اخراجش شکستن خطوط قرمز و ایجاد نفرت در افکار عمومی نسبت به فرانسه اعلام شده است. یکی از اتهامات من ایجاد بی‌نظمی، اخلال در نظم عمومی، یه همچین چیزی کار کرده بودی مگه؟ گزارش‌ها و اینا یه واقعا خیلی جالب، اخلال. بعد اتفاقا من به اون پلیس گفتم اصلا من به قد و هیکل چجوری اخلال در نظم عمومی. خبرنگار واحد مرکزی خبر اینجا در حقیقت یه سری موارد رو رعایت نکرده، خطوط قرمزی رو شکسته، ایجاد نفرت کرده در افکار عمومی نسبت به فرانسه و در برابر فرانسه ایستاده، که یه نامه مکتوبیه که وزارت خارجه فرانسه در حقیقت این رو ارائه داده بیرون و این جنبندی ماجرا این شد و واسه من خیلی جالب بود، یعنی تجربه خوب بود. حداقل خودم فهمیدم که چقدر فرانسه‌ای که میگفت دموکراسی دارن و جهان آزاد رسانه‌ها و چقدر به این اعتقاد داشت، در عمل
تا کجا تونسته که موفق باشه. شما نمیتونستین برین کاخ الیزه بعد از یه مدت، در حالی که دو سه ماه اول این اجازه داشتیم، بعد گفتن مجلس نرین، بعد گفتن که مثلا فضاها رو همینطور تنگ‌تر می‌کردن، از خاک فرانسه نمیتونید برین بیرون، حتی تو کشورهایی که حوزه شنگن هست نمیتونید برید بیرون. من اگر دوباره الان برگردم دوباره میرم در مورد موزه لوور گزارش میزنم، میگم این اشیای عتیقه ما رو چطوری دزدیدن بردن اونجا. اگر الان دوباره برگردم حتما باز درباره نیروگاه هسته‌ای که سهامش 50%. به گزارش روزنامه گاردین، بعد از اینکه ادعا شد مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که مدیر عامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در ایران می‌باشد، موضوع تز دکترای خود را که با کمک دوستانش نوشته است، دانشگاه آکسفورد اعلام کرد که درباره صحت و سقم این ادعا تحقیقات خود را شروع خواهد کرد. مهدی هاشمی اکتبر گذشته دوره 5 ساله دکترای خود را در بخش مطالعات خاورمیانه این دانشگاه شروع کرد. یکی از اعضای علمی دانشگاه آکسفورد از این موضوع شکایت کرده است که 2 تن از مقام های این دانشگاه برای اینکه مهدی هاشمی بتواند در این دانشگاه تحصیل کند، معیارهای بالای این دانشگاه را برای پذیرفتن دانشجو مخدوش کردند. و چنان که این ادعا ثابت شود باید از آقای هاشمی بخواهند که دانشگاه را ترک کند. دوستان عزیز، این بود گزارش این هفته. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه توجه فرمایید. خب دوستان عزیز، برگشتیم با ادامه برنامه پژواک خدمت شما هستیم. اگر الان به ما ملحق شدید، موضوع صحبت امروز برنامه پژواک ایمان مسموم هست. میخوایم توجه کوتاهی داشته باشیم به پیش‌فرض‌های نادرستی که در ایمان مسیحی وجود داره و نکاتی چند رو با همدیگه صحبت خواهیم کرد با موضوعات گوناگون، و دوست داریم که شما دوستان عزیز با ما ملحق بشید. اگر نظر دارید و یا اگر نکات دیگه‌ای هست خودتون می‌خواید به این مجموعه اضافه بکنید، دوست داریم که صحبت‌های شما دوستان عزیز رو هم بشنویم. بله، و همینطور بگیم که این موضوعی رو که ما انتخاب کردیم چون موضوع بسیار وسیعی هست، این هفته یکی از هفته‌هایی است که ما به این موضوع اختصاص خواهیم داد. اگر شما از آن موضوعات متفاوتی رو دارید که می‌خواید در موردش صحبت کنید به ما بگید و ما برنامه دیگه رو مخصوص به این موضوع خواهیم داشت و در مورد موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر عضو فیسبوک ما هستید که چقدر عالی، اگر نیستید حتما عضو بشید و در فیسبوک شما پرسشنامه‌ای رو خواهید دید و شما دوستان عزیز می‌خوایم بدونیم، بپرسیم که دوست دارید برنامه پژواک چه موضوعایی رو در موردش صحبت بکنه، موضوعات الهیاتی، اجتماعی، سیاسی و یا تفریحی. بنابراین نظرات شما کمک میکنه تا عنوانهای بعدی برنامه پژواک رو بتونیم درست تهیه بکنیم. به همراه زندانیان سیاسی و امنیتی توی ایران، بعضی از زندانیان عقیدتی هم آزاد شدن. از این میان مصطفی شکراللهی و خلیل یارالله یارعلی، 2 تن از نوکشان مسیح هستند که در دیماه سال 1389 توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت در مورد بازجویی مکرر در زندان کارون اهواز قرار گرفتند. آزادی موقت این افراد برای هر کدوم در قبال دریافت وثیقه سند ملکی به ارزش 50 میلیون تومان در روز شنبه 18 اسفند ماه 1389 صورت گرفت. گفته میشه که دادگاه این دو نفر تا 1 ماه آینده برگزار خواهد شد. احتمال حبس بین 2 تا 5 سال برای این 2 عزیز مسیحی وجود داره. برای همه عزیزانمون دعا میکنیم که در آزادی و آرامش اعتقادی و گفتاری خودشون هر جای دنیا که هستن باشن. من یه چیزی فقط دلم نمیاد بگم قبل از اینکه یه خبر جالبی از عزیزان در میون بذاریم. برای دوستان عزیزی که به فیسبوک پژواک میاد، یکی 2 تا مزیتی که شما عزیزان دارید، یکی اینکه تمام برنامه رو با موضوعات مختلف تیکه به صورت کوتاه خواهید دید و میتونید نظرات خودتون رو بدید، هر سوالی و هر مبحثی به صورت جدا اونجا برای شما در اختیار شما قرار خواهد داشت. یکی دیگه از سورپرایزهایی هم که عزیزان خیلی دوست دارن، بعضی وقات ما سری پشت صحنه هایی رو برای شما عزیزان اونجا میذاریم، مورد استقبال عزیزان قرار گرفته. اگر دوست دارید و علاقمند هستید باز شدن تو فیسبوک پژواک، میتونید بیشتر به این دست پیدا کنید. میتونید نظرات خودتون هم اونجا با ما در میون بگذارید. مهم نیست اگر انتقادی دارید و یا اگر نظری کاملا متفاوت با اون چیزی که توی برنامه مطرح شده، دوست داریم که نظرات شما رو هم بشنویم و اگر سوالات و یا موضوعات جالبی رو هم مطرح کنید، مطمئن از اون استفاده خواهیم کرد و از مطالب مفید شما همونطور که در گذشته هم بهره بردیم توی
برنامه خودمون ذکر خواهیم کرد. کاملا. اما برسیم به یک خبر هیجان انگیز. این بار پزشکی نیست اما انقدر هیجان انگیز هست که من میگم عزیزان یا شنیدن یا اگه نشنیدید حتما براتون جالب خواهد بود. کشف شگفت انگیز 70 کد نگاشته بر سنگ در غارهای شرق اردن محققین انگلیسی رو به تعجب واداشت. میگن قدمت این نگاشته ها در حال که در حال ترجمه هستن به قرن اول میلادی برمیگرده و میتونه در نتیجه خراب شدن معبد و واقع فرار مسیحیان به این غارها و به این منطقه باشه. همینطور گفته میشه که این کشف حاوی نقشه اورشلیم هست و همینطور در واقع آیات و نوشته هایی رو در اون پیدا کردن که میتونه به درک کتاب مکاشفه کمک بکنه. دیوید الکینگتون رئیس تیم محققین انگلیسی و دانشمند مذهبی برای نقل است که این کشف میتونه بزرگترین کشف تاریخ مسیحی باشه. بنابراین ما باشید توی هفته آینده اگر ما اطلاعات بیشتری در این زمینه داشتیم با شما دوستان عزیز تقسیم خواهیم کرد. با ما باشید با ادامه برنامه پژواک دوستان عزیز با موضوع برنامه ایمان مسموم. در ادامه برنامه شهادت زندگی سونیا و کار خداوند در زندگی او. دوستان عزیز میخوام از این فرصت استفاده کنم و وبسایت آموزشگاه مجازی کتاب مقدس رو خدمتتون معرفی کنم. شما از طریق این وبسایت قادر خواهید بود به بیش از 700 درس الهیاتی به صورت صوتی و مقالات و کتاب‌های مسیحی دسترسی داشته باشید. این وبسایت در صدد تهیه و تدارک دوره آموزشی در پی ساختار برنامه‌های تحصیلی دانشکده‌های الهیاتی است. هدف ما ایجاد فرصتی برای دانش آموزان کلام خداست برای اینکه علم الهیات رو تحصیل بکنن بدون اینکه تعهدات مالی و محدودیت‌های دیگه‌ای داشته باشن. دعا و تلاش ما این هستش که معرفت الهی در عیسی مسیح و انجیل راستین اون رو بین ایرانیان و فارسی زبانان گسترش بدیم. از شما دعوت می‌کنم از وبسایت irankelisa.com دیدن فرمایید. خب باز هم سلام به همه شما دوستان عزیز با برنامه دیگری از سری برنامه های پژواک به صورت زنده با شما عزیزان هستیم و باز هم خوشحال هستم که در خدمت شما برادران و شما بینندگان عزیز هستم. برنامه 80 فکر میکنم ادوین جان امروز یادش رفت گفتم 80 البته برنامه 80 که میگیم 3-4 تا برنامه این وسط ما برنامه های فوق العاده داشتیم که اونا رو من دیگه جمع نزدم ولی 80 تا برنامه تقریبا معمول هر هفته رو داریم. 80 تا بدون تکسه. بدون برنامه‌های فوق العاده. سال خوب دیجی اید و برنامه‌های دیگه که خدمت شما عزیزان داشت. خب بخش پرسش و پاسخ رسیده. امروز مقدار فرمت صحبت‌هامون هم شاید متفاوت باشه به خاطر اینکه این پیش‌فرض‌های گوناگون رو هم می‌خوایم نگاه کنیم. یه حالت سوال مانند هم هست. می‌خوایم اونا رو نگاه کنیم. اما برگردیم به بخش هر هفته پژواک پرسش به پاسخهای شما دوستان عزیز هستش. دوستان عزیز اگر پرسش اول رو پخش کنم اون رو نگاه خواهیم کرد و به اون پاسخ خواهیم سعی خواهیم کرد پاسخ بدیم. آیا شادی و کامیابی مهمترین هدفی است که خدا میخواهد در زندگی داشته باشیم؟ بفرمایید خواهش میکنم. این خیلی گفته میشه که وقتی یک ایماندار به قول معروف ایمان میاره به عیسی مسیح دیگه شادی و شادابی و نشاط باید هر روزه در زندگیش باشه. وقتی افسردگی میاد، ناراحتی میاد، غم میاد، میگن خب جمله خیلی معروف است که حتما از ایمان افتادین، از این ایمان افتادی خیلی معروفه بین مسیحی‌ها. آیا واقعا باید دید که هدف خدا اینه برای اینکه ما ایمان بیاریم به یک شادی برسیم که دیگه به قول معروف بی پایان باشه یا خیر؟ من یه نوشته رو میخوندم، یک کشیشی صحبت کرده بود و ازش پرسیده بودن که الان مثلا یه شخصی که سرطان گرفته و دچار مشکل هست
شما چطور میتونید مثلا بگید که خداوند داره کار میکنه در زندگی این شخص، حالا بعدن شخص شفا پیدا کنه یا نه رو کسی نمیدونه، اما چطور میتونید این رو بگید؟ و این شخصی اشاره جالبی میکنه، میگه وقتی که تمرکز و نگاه ما میره روی این که خدا میخواد من در سلامتی و شادی باشم، ما متاسفانه اون اراده خدا رو درک نمیکنیم. اراده خدا برای من این نیست که من به عنوان یک مسیحی همیشه شاد و خوشحال باشم، همیشه بگم بخندم. چرا؟ من خوشی رو که به خاطر نجات در عیسی مسیح دارم در من هست، اما شادی من اراده خدا نیست. اراده خداوند ساختن شخصیت مسیحی منه. من ممکنه تو مشکلات برم، تو جفاها برم، دوستانم رو از دست بدم، خیلی مشکلات داشته باشم، اما در طی تمام اینها خدا روی شخصیت و روی ایمان من کار میکنه و من رو به اون جایی میرسونه که من نه فقط برای خودم بلکه برای دیگران بتونم موثر واقع بشم. پس هدف ما، به خاطر اینکه ما انسان هستیم، ما همیشه هدفمون شادی و خوشی شخصیت خودمون هست. من خوبم، من خوشحالم، تو خوبی، خوشحالی، پس من اگه خوشحالی همه چی خوبه. نه، بعضی اوقات خدا اجازه میده مشکلات بیاد برای اینکه این شادی امروز من مهم نیست. شادی که من در نهایت از اون نجات و اون اراده خدا خواهم داشت مهمه. پس هدف خدا به نظر من بیشتر شخصیت، ساختن شخصیت مسیح ماست تا اینکه تمرکزمون رو بذاریم که خدا میخواد ما همیشه خوشحال باشیم. و همینطور من فکر میکنم وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم باید واژه‌هایی رو که استفاده می‌کنیم معناش رو بدونیم که آیا این معنا معنایی هست که کتاب مقدس بهش میده یا اون برداشت ما هست از اون واژه. مثلا اگر الان در مورد شادی داریم صحبت می‌کنیم، آیا اون تعریفی که از شادی داریم تعریفی است که خودمون برای شادی داریم تعیین می‌کنیم یا اون چیزی که کتاب مقدس میگه؟ چون اگر یک استاندارد رو خودمون بگذاریم برای شادی و موافق با اون استاندارد بخوایم کارهای خداوند رو، وضعیت زندگی خودمون رو و شرایط روزگار رو با اون بسنجه، مسلماً خیلی هم شاید ناامید بشیم. ولی اگه ببینیم کتاب مقدس در مورد شادی چه صحبتی داره، اون موقع خیلی انتظارات ما متفاوت خواهد بود. این یکیش. من فکر می‌کنم بعد ببینیم که کتاب مقدس وقتی در مورد شادی انسان یا ایماندار صحبت می‌کنه اصلا منظورش چیه. آیا داریم یک فکر مشترک رو با هم دیگه داریم، یک مقصود مشترک و هم خونی داره اینا، همگن هستن یا نه؟ مسئله دومی که هست اینجا هست که کتاب مقدس یک مطلب رو خیلی واضح برای ما بیان میکنه. توی یکی از اعتقادنامه های کلیسایی هستش، میخواستم بیارم یادم رفت ولی به فیض خدا پیدا خواهیم کرد و توی فیسبوک خواهیم گذاشت. هدف اصلی خدا، هدف انسان این هستش که خدا رو جلال بده و از او لذت ببره و هدف خدا هم این هستش که نام خودش رو اول جلال بده، چون او شایسته هستش، او باشنده واقعی و حقیقی هست. بنابراین ما که عرض رو بخشید یک نکته میخوام یک جور دیگه این رو بیان بکنم. چون خدا هست ما هستیم، بنابراین بودن ما بسته به بودن خدا هستش. اگر خدا نقاش بود ما نقاشی اون میشدیم، اگر خدا نویسنده بود ما نوشته کتابش میشدیم، اگر خدا خواننده بود ما اون ملودی اون ترانه‌ای میشدیم که از دهان او بیرون میاد. خدا هست، بنابراین ما هم هستیم. خدا باشنده است، بنابراین ما هم وجود داریم و وجود ما و شادی ما و بقای ما و عرضم به خدمتتون اون رضایت و رضامندی ما به خاطر بودن خداست. بنابراین توجه اصلی و اون مرکزیت اصلی احساسات ما، تفکر ما، باور ما باید خدا باشه. یعنی شادی ما هم باید شادی خدا محورانه باشه، نه انسان محورانه. یک نکته دیگه هم بگم، زیاد پر حرفی نخواهم کرد. توی ایمان الهیات ما باید خیلی اینو بهش توجه داشته باشیم که الهیات ما خدا محورانه باشه نه انسان محورانه. باید ذات خدا، شخصیت خدا، وجود خدا تمام حقایق الهیاتی رو برای ما تعریف بکنه. و اگر برعکسش بکنیم و بذاریم انسان شناسی رو بالای خدا شناسی قرار بدیم، میتونه خیلی از این تعاریف اصلی رو به هم بریزه. یعنی ما یک استانداردی خواهیم داشت که استاندارد ثابت نیست. اینه که من فکر میکنم به این مثلا باید به اینطور نگاه کنیم. اینکه ما در مورد این هدف صحبت کنیم، در این سوال یک هدف بود، مسلما هدف خود از نجات ما شادی ما نبوده. ما اگر بخوایم شاد باشیم شاید دنیا خیلی مسئله باشه که ما رو شاد بکنه به قول معروف، ولی هدف خداوند نجات ما بود. و من فکر میکنم اون شادی که در کتاب مقدس داره صحبت میکنه تمام وابسته به این نجات. من فکر میکنم واقعا این شادی، اگر در مورد این نوع شادی صحبت کنیم، بله در تمام شرایط باید شاد باشیم. شاید
من فکر نمی‌کنم کسی اینو رد بکنه، بخصوص از ایمانداران در هر شرایط سختی که هستی، ولی وقتی به این فکر می‌کنی که مسیح تو رو نجات داده، وقتی احساس می‌کنی که چه چیز با ارزشی در زندگی داری، بله یک شادی در قلب تو ایجاد میشه که قابل وصف نیست و وابسته به چیزی نیست و به قول معروف کسی نمیتونه از تو بگیره. ولی اون شادی که همونطور که ادوین گفت ما انسان‌ها ازش تعریف می‌کنیم با اون چیزی که از کلام خدا میگه خیلی متفاوته. مطمئناً هدف خداوند از دادن شادی اون شادی انسانی که ما ازش درک میکنیم نیست. جالبه تو کتاب مقدس میگه وقتی مسیح میخواست بره روی صلیب، با وجودی که تمام اون زجر و شکنجه رو میدونست، میگه به خاطر آن خوشی که نزد او موضوع بود، عیسی مسیح به اون خوشی که در نهایت از نجات انسان و زندگی جاوید انسان و خدا با هم میاد، تمام اون رنج رو به جون میخره و میره روی صلیب. و همینطور اگه ما همونطور که شما عزیزان گفتید به اون خوشی که میخوایم نزد خدا تا ابد باشیم نگاه بکنیم، اون درد و رنجی که در این دنیا خواهیم داشت برای ما اونقدر تاثیر نداره، همونطور که عیسی مسیح با این خوشی و با این دید در واقع روی صلیب میره و کار عظیم خودش رو انجام میده. تو شاید این نکته هم فکر کنم در همین ادامه صحبت‌های شما هستش که خدا نیست که ما رو خدمت بکنه. درست. هرچند که حالا اشاره کردی که مسیح آمد خدمت کرد، ولی این صحبت خدمت مسیح کاملا توی یک کانتکست و متن کاملا متفاوتیه. ولی خدا اینجا نیست که تمام نیازهای روحی و روانی و جسمی ما رو ارضا بکنه. هرچند خدا در فیض عظیم خودش میگه باران رو به همه میبارانه و آفتاب رو به همه میتابانه و نیازهای ما رو رفع میکنه، همونطور که توی کتاب متا این رو مطرح میکنه. ولی خدا غلام ما نیست و خدا همش کمر نبسته و آماده ما رو و میخواد ما رو خدمت بکنه. ما رو خدمت میکنه، بله آمده تا ما رو بازیاف بکنه که در نهایت ما میتونیم خدا رو جلال بدیم. هدف اصلی ما و هدف اصلی کار فدیه خدا در زندگی ما، همونطور که گفتی، تغییر شخصیت، بازیافت نجات یافتگان یا برگزیدگان هستش، برای اینکه تا به ابد خدا رو جلال بدیم و در حضور او زندگی بکنیم. اینه که ما این استانداردها برای ما خیلی مهمه که چطور نگاه بکنیم و شادی رو چطور تعریف میکنیم، باعث میشه که انتظارات ما هم از خدا فرق میکنه. یه بار خدا میاد یک کاری رو توی زندگی ما میکنه که مخالف انتظار ما هستش، سریع شروع میکنیم خدا رو زیر سوال بردن و بگیم که چرا این کارو کردی، در حالی که اون هدف والا رو، اون هدف قایی رو که در واقع تغییر شخصیت ما که برای جلال نام خدا هستش رو نایده میگیریم. حتی به جمعه این مورد به طور خاص در سوال ها صحبت خواهیم کرد. فقط همونطور گفتید از خود محوری به خدا محوریه تبدیلیه که متاسفانه حتما یه بار دیگه هم شاید گفته باشم، میگم بچه که همجور رشد میکنه اول همه توجه روی خودش هست، من احتیاج دارم غذا، رسیدگی، بعد مادرش میاد توجه بچه میشه بین من و مادرم، مادرم هرچی بگه مادرم به هم برسه، و بعد مادر هست که دنیا رو به بچه معرفی میکنه و بعد بچه شروع میکنه از این که من محور هستم، یواش یواش تا سنینی که مثلا بالغ میشه به این میرسه که من محور دنیا نیستم، دنیا داره من به چرخه که در کودکی بودم، بلکه من هم بخشی از این محوری هستم که داره دور محور دیگه میچرخه و اون خود خدا هست. و این یک پروسسی است که بعضی وقت ما توش گیر کردیم. من هنوز دنبال این هستم که همه دور و بر من باشن و من خدمت کنم. حتی کتاب مقدس رو که میخونم همونطور که گفتید خدا انسان رو نجات داد، پس خدا هنوز داره دور من میچرخه؟ نه، هم این فیض و محبت خدا هست که من رو نجات میده، اما انسان هست که دور خدا میچرخه و محور اصلی خدا هست. درسته. خب بریم سوال بعدی. با هم بریم سوال دوم رو ببینیم. به قول ادوین اگه بتونیم جواب بدیم. اگه دوستان عزیز سوال رو برای صفحه بذارن که ما بتونیم بخونیم. چگونه یک ایماندار در مشکلات میتواند سهم خدا و خودش را از هم تشخیص دهد؟ خیلی وقتا این برای ما پیش بیاد که ما سعی میکنیم یک کاری رو حل بکنیم که شاید فقط باید منتظر بمونیم در اون لحظه، و شاید خیلی وقتا هم باید عمل بکنیم ولی منتظر میمونیم که خداوند عمل بکنه. بعضی وقتا خیلی ها میگن که چیه خواهر برادر، تو داری کمک میکنی که خدا، به قول معروف داری خدا رو کمک میکنی که مشکل تو حل بکنه، آیا باید به مسائل به این شکل نگاه کرد و یا خیر؟ من دوست دارم اول صحبت ادوین جان رو بشنوم، بعد نظر شخص خودم رو. عرضم به خدمتتون، چشم برادر اشکان عزیز، عرضم به خدمتتون آیات کتاب مقدس خیلی خارج از متن معمولا ازش استفاده میشه برای اینکه سوء استفاده ازش بکنن، یعنی ازش در استخراج میکنن که سوء استفاده بکنن و شخص به خاطر اینکه از مسئولیت‌های زندگی خودش شانه خالی بکنه، انگشتاش روی اون آیه‌هایی رو می‌گذاره که شاید سهم خدا رو بیشتر روش تکیه می‌کنه، ولی اون بخش‌هایی رو که سهم ما رو در موردش صحبت کرده رو زیاد بهش توجه نمی‌کنه. فیلیپیان
یک جای خیلی زیبایی هستش کتاب فیلیپیان باب دو، با اینکه آیه 13 یا 14 اجازه بدید بخونم این رو، فکر میکنم خیلی تو این قسمت ارتباط مستقیم داره. من هر وقت میخوام آیات رو پیدا بکنم مشکلم. کتاب فیلیپیان باب دو میفرماید آیه 13 و 14 اینطور میگه، عرضم به خدمتتون. جنیفر جان میخوایی سوال اینجا اگه کتاب مقدس ادوین رو ببینید اینقدر خط خطیه دست نمیشه ببینید از کتاب مقدس. عرضم به خدمتتون کتاب فیلیپیان باب دو آیه 12، از وسط باب آیه 12 میخونم، میگه نجات خود را به ترس و لرز به عمل آورید. سهم ما هست اینجا، نه سهم ما رو خیلی قشنگ کتاب مقدس میگه، مثل خیلی جاهای دیگه. آیه بعدیش میگه زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد میکند. اول میگه که این وظیفه ما هستش که با ترس و لرز نجات خودمون رو به عمل بیاریم، بعد میگه این خداست که عمل میکنه از طریق شما، یعنی آخرش هم شما نیستید، این رو بهش توجه داشته باشید. ولی وجود حضور خدا در اعمال ما و کارهای ما و تغییر شخصیت ما و آماده کردن برای اینکه وارد ملکوت بشیم، سهم ما رو کم نمی‌کنه. ما حالا البته شاید دیدگاه من بیشتر در مقایسه با دیدگاه شما این هستش که من معتقد هستم که خدا از اول ما رو برمیگذاره، نجات میده و تا به آخر نگه میداره، حتی نجات ما رو حفظ میکنه و این خداست که ما رو به صورت کامل و یک طرفه به اینجا میرسونه. ولی من هیچ وقت بخش دوم رو هم زیر سوال نمیبرم. وظیفه ما هم هست که در این قسمت کارهایی رو بکنیم، ولی به خاطر اینکه ما آدم‌های تنبلی هستیم معمولاً اون آیه هایی رو دست می‌ذاریم که مسئولیت کمتری بر روی شونه های ما قرار می‌گیره. من می‌خوام فقط اشاره بکنم چون اینجا باز برمیگره سر، یعنی این صحبت قسمت‌های مختلف داره که فکر می‌کنم باید بهش نگاه کنیم. یکی از بخش‌هایی که به این صحبت مربوط میشه مسئله فهمیدن اراده خداست، و چون اراده خدا رو ما متوجهش نیستیم خیلی راحت میگیم که من منتظرم تا خدا کار بکنه، در حالی که ما مردان خدایی رو داشتیم مثل پولس، مثل پتروس و افرادی که توی کتاب اعمال رسول در موردش صحبت شده. شما هیچ وقت این مردان خدا رو که نمونه های ایمان ما هستن و کتب رو برای ما باقی گذاشتن نمیبینید که دست از کار بکشن، بشنن بگن که من دعا میکنم خدا اگر در رو باز کرد من عمل میکنم. دعا رو میکنن، گوشهاشون هم باز هست برای اینکه رهبری خدا و راهنمایی خدا رو دریافت کنن، ولی هیچ وقت بیکار ننشستن، دعا رو کردن، بعد مطابق عقل و دانش و توانایی و استعداد خودشون کارها رو انجام دادن، مسیرها رو پیمودن. اگر مسیر اشتباهی رفتن خدا در رو بسته، گفته نه اینجا نرید، یا میگه نه مسیر اشتباهی رفتی بعد بری اونور. وظیفه ما این هست که دائم در حال کار باشیم، دائم در حال تصمیم گرفتن باشیم. اگر یک مسیر اشتباهی رفتیم و اگر یک تصمیم نادرستی گرفتیم، چون مطابق اراده خدا داریم کار میکنیم، خدا این فکر یا فکر ما رو باز میکنه، گاهی اوقات خدا به صورت ماورای طبیعی با ما صحبت میکنه. به هر حال کلام زنده خدا هم هستش که نواقی بتونیم ازش استفراش کنیم. من یاد صحبت‌های جان مک‌آرتور افتادم، یه صحبتی میکردن توی موعظه‌هاشون، میگفتن که اگر من یک ایماندار هستم، مسیح رو میشناسم، دعا میکنم، کلام خدا رو میخونم و درک میکنم، برای من برای تصمیم گیری نباید زیاد مانعی باشه، برای که هم روح خدا هم در واقع اون تکستچر یا اون کلیتی رو که کلام خدا داره به من میده بیشتر اوقات راحت اجازه به من میده که من تصمیم رو بگیرم. و اگر من در مورد تصمیم احساس آرامش و شادی میکنم، چون من اگر در خدا هستم، در دعا هستم و در قدوسیت هستم و کلام خدا رو میفهمم، تصمیم من احتمال خیلی زیاد شد 90% تصمیم گیری من در اراده خدا هست، برای که من دارم به فکر خدا نزدیکتر میشم. به قول شما وقتی هست که این اتفاق نمیفته و خدا اونجا میاد دستش رو در کار میگذاره و جهت رو عوض میکنه. ولی اینکه ما آدما همیشه دوست داریم مسئولیت رو خارج بکنیم، توی گروهی یک جمعی یک جایی بودم و یک مردی میاد همسرش رو ضرب و شتم میکنه و ایشون آسیب میزنه و جالب اینجاست که ایشون دخالت نمیکنه. بعد میان روی این گروه تحقیق میکنن که چرا از این جمعیت بزرگ هیچ کس دخالت نمیکنه، و یکی از دلایلی که ارائه دادن این بود که به خاطر اینکه نزدیک شاید 100 نفر آدم اونجا بودن، هر کسی احساس میکرد مسئولیت کمتری داره که نسبت به این عکس العملشون بده، برای که همه مسئولن، پس همه هم همون در واقع گناه یا مشکل رو همه اگه کمک نکنند خواهند داشت، و چون مسئولیت داده شد به کسی دیگه خودشون رو داخل نکردن. و همونطور که گفتید همون اتفاق برای ما میفته. وقتی ما مسئولیت رو همه رو میدیم دست خدا، میگیم فقط خدا مسئوله، من دیگه خودم دست به هیچی نمیزنم و میشینم یه گوشه، و این خیلی خطرناکه. ما در کلیساها میبینیم چقدر سازش انجام میشه به خاطر این مسئولیت، همه کلیساها رو میگیم،
در کلیساها در ایمان ما چقدر سازش انجام میشه به خاطر این مسئله. ولی اگه بیایم و مسئولیت قبول بکنیم و بگیم اینجا این اشتباه هست، من باید نسبت به مطابق کلام خدا مسئولیت نشون بدم، خداست که میاد اگه من اشتباه کردم من رو جهت میده این عکس عمل من رو، و فکر میکنم خیلی سازنده تر هست اینکه بشینیم عقب و اجازه بدیم هر اتفاقی میخواد بیفته و بعد بگیم خب خدا اگه میخواست عوض میکرد. ما دستان خدا بر روی زمین هستیم و قرار اراده خدا روی زمین انجام بده. درسته. و این فکر اصلا در ذهن آدم ایجاد میشه که خب خیلی خب خدا بخواد انجام میکنه، حالا خدا ارادش باشه انجام میشه. مثل این میمونه که خدا بخواد یک سری آدمهای ببخشید تنبل و کودن رو بار بیاره که حالا بشینید دست به هیچ چیز نزنید، هیچ کاری نکنید، من بهتون میگم به وقت چیکار بکنید. در صورتی که خداوند فکر داده توسط خیلی از عزیزان صحبت میکنه با چیزهایی که میبینیم، یه چیزا خیلی منطقیه که ما میتونیم عمل بکنیم. و همطور که گفتین در تصمیم گیری ها آرامشی که در اون تصمیم گیری داریم، خب دعایی که میکنیم، مسائلی که در کنارش هست، مطمئنا اون به قول معروف سهم ما رو یا سهم خدا رو کاملا آشکار میکنه. شاید فقط بخوام یک جواب صریح بدیم، نه فقط ما و نه فقط خدا، بلکه هر دو ما در تمامی مسئولیت هایی که داریم شریک هستیم. یه وقتی شاید یه خورده بیشتر خداوند، یه وقتی بیشتر ما باید اکثر عمل نشون بدیم، اما این به این معنی نیست که هر اتفاقی میفته ما باید کاملا بشینیم کنار، یا خدا اصلا کاملا دستش رو از اون اتفاق میشوره و میشینه کنار. واقعا من به نظرم یک مسیح اینطور نگاه میکنه که همش منتظره، میخواد تصمیم توی میخواد ازدواج بگی ازدواج کنه، دنبال همسر یا چی میگن خانم زن یا مرد نمیگرد، شریک زندگی نمیگرد، منتظره، دعا میکنه خدا یه دری باز کن، یک پرنسی روی پرنسسی روی اسب بیاد دم در ما. اسب میاد خود رو اسب مال دوره شما BMW بیاد اینقدر قیافم پیره. عرضم به خدمتتون که میدونید کارهای مهم زندگی خودش رو به تعویق میندازه و میگه که تا خدا این رو در رو باز نکنه من این کار نمیکنم. من یادم میاد حدود 14 سال پیش 15 سال پیش برادرمون بیژن که یک بارم اینجا مهمان ما بودن، اومد پیشم سوال کرد که چرا تو دانشگاه نمیری؟ گفتم نه، اگر خدا بخواد در دانشگاه رو باز میکنه فلان میشه. گفت بابا جان شما برو دانشگاه، تو برو امتحانو بده، اگر قبول شدی ادامه بده. این همینجور نشستن و فقط دعا کردن و فکر کردن که اگر خدا بخواد یه دری رو باز میکنه، دعوتنامه برام میفرستن، این کارو انجام میدم، به نظرم این یک مسیحی بی‌مسئولیت بودن هستش. مسئولیت‌ها رو ما مسئولیت خودمون نگاه نمی‌کنه. در واقع ما رو به یک سری خرافات هم می‌کشونه. ما خیلی دیگه هر چیزی که خیلی بی ربط هست که در اطرافمون اتفاق می‌افته، دیگه ما ربطش می‌دیم به اراده اراده خدا بودن یا نبودن خدا، در صورتی که به هیچ عنوان ربطی شاید به اون موضوع نداره. یک اتفاقیه که من حالا نکته جالبی این است که هر وقت از عزیزی دعوت میکنم برای انجام یک کاری با هم توی قسمتی کار بکنم، یه دعوتی برای هر قسمتی هست، این دوست عزیز میگه خب من دعا میکنم ببینم چی میشه، میگم بگو نه دیگه. چون معمولا همیشه این توی زمین ناخودآگاه ماست، هر وقت این حرفو میزنن یعنی آقا جان من نمیخوام کاری بکنم، من میخوام همینطور وایسم تا خدا یک کاری رو انجام بده. حالا به نکته خوبی اشاره کردن، خیلی وقتا ما کاری رو که نمیخوایم انجام میگیم اراده خدا نیست، ولی چیزی رو که مایل هستیم، حالا واقعا اگه اراده خدا هم نباشه حتما اراده خدا، چون که ما دلمون میخواد که اونو انجام بده. اون چیزی که توش نقشه خدا رو نمیدونیم، یا مثلا شاید در موردش مطالعه نکردیم کلام خدا رو، هر کی از ما میپرسه مثلا اینجا رو باید چیکار کنیم، مثلا من خدمت نمیدونم، حالا خدا خودش میگه، خب بگو نمیدونم برای اینکه نخوندم، اگه دعا نکردم، اگه دنبالش رو نگرفتم. حالا هر مسیحی باید یه کلیاتی از اینکه در خدا برای چی او رو خونده، چی کار میخواد بکنه، چه علاقه ای داره، چه نوع خدمتی داره، اینا رو بعد از یه مدت به نظر من خیلی پایه‌ای هست. ما کمتر شاید تو کلیساهای متفاوت می‌بینیم که شخص شخصی که ایمان میاره به عیسی مسیح شروع میشه براش کلاس می‌گذارن و بعد بهش میگن آقا تو مثلا تو چه چیزی خوب هستی، علاقه تو در چه چیزی هست، برو در این زمینه مطالعه بکن، این کتاب ها هست، این رشد تو باشه تا بتونی بعد خدمت موثر داشته باشی. معمولا اینطوری نیست، معمولا یه روز یه نفر میاد میگه من مثلا برای کسی دعا کنم شفا گیره، من تو شفا دارم. خب اینطوری نیست، یه سری حتی اگه عطایی هم از خدا میاد، میگم پولس هم که خودش فکر کرد من خادم خدا هستم، 3 سال رفت اون شهر و مطالعه کرد و در واقع رشد کرد. پس فراموش نکنیم که مطالعه کردن از اون کاری که باید بکنین انجام بدین، منتظر هیچ آیه و نشانه ای نباشید. حتی مطالعه کردن خدا نه هر کاری میخواد بکنه، برای که تو پیشواک گفتن که شما بکنید خدا من خودش عوض میکنه. خب در عین حال اعلام بکنیم که دوستان عزیز برنامه ما زنده است، ما منتظر تماس های شما هستیم. همطور که اشکان عزیز گفت، فکر میکنم این برنامه میتونه با کمک صحبت های شما خیلی زیباتر باشه، به
صحبت تجربیاتی که دارین، افکاری که دارین میتونه مطرح بشه، آگاهی داده بشه به اطرافیان، به دوستان، به بینندگان دیگه که یک ایمان مسموم چی میتونه باشه. پس ما منتظر تماس‌های شما عزیزان هستیم. خب اگر موافق باشید بریم کتاب هفته رو معرفی بکنیم. کتاب این هفته رو که خدمت شما دوستان عزیز میخوام معرفی بکنم، مقدمه بر الهیات نظاممند هست، ولفارد پانبرگ، مترجم علی تورانی. عرضم به خدمتتون این کتاب در سال 1383 چاپ اولش انجام شد، ناشرش دانشگاه الزهراست. به این معنا که شما دوستان عزیز میتونید برید پشت دانشگاه، کتاب فروشی هایی که در اونجا هستن، اگر توی تهران هستی خیابون انقلاب یا اگر جای دیگه هستی مطمئنم کتاب فروشی های محل شما این رو خواهند داشت. کتاب مقدمه‌ای بر الهیات نظاممند نوشته ولفارد پاننبرگ، ترجمه علی تورانی، انتشارات دانشگاه الزهرا رو بگیرید و عرضم به خدمت این الهیات نظاممند رو به صورت خیلی خلاصه تری رو خدمت شما نوشته شده، ترجمه شده. هرچند ترجمه هایی که داخل ایران توسط دوستان عزیز غیر مسیحی انجام میشه، گاهی اوقات به خاطر اینکه آشنایی کافی با واژه ها و الهیات مسیحی ندارن، واژه های نادرستی درش استفاده میکنن، ولی با وجود اشتباهات کوچیکی که در اینا هست، ولی این ارزش داره. به قول ما میگن لنگ کف در بیابان غنیمت است. این کتاب رو اگر بگیرید مطمئنم باعث برکتتون خواهد شد. میتونید اطلاعات بسیار جامع و کاملی در مورد ایمان مسیح داشته باشید و بعد از مطالعه این کتابی که در دست شما هستش میتونید کتابهای تخصصی دیگری رو که انتشارات مسیحی ایرانی اونها رو ترتیبش میدن برای چاپ و انتشار از اون استفاده بکنید. اسم این نویسنده رو بدین که نگاه کنید یه بار بگید. خیلی مشکل هست. من یه چیز جالبی که یک از عزیزان به من میگفت، شما هر وقت کتابی رو تهیه میکنید، حداقل تو انگلیسیش که من میخوندم، آخر این کتاب تمام لیستی که از کجا در واقع استفاده کردن و این مطلب رو نوشتن، تمام در واقع ریسورس ها یا منابعش رو اونجا هست. اگر از کتاب خوشتون میاد، معمولا اگر بهتون لیست منابع کتابهایی هم که اونجا هست، اونها هم میتونه کمک بکنه، چرا که استخراج شده از اون کتاب ها هست و تقریبا در یک راستا میره. حتما تشویقتون میکنم تمام کتاباتون رو در این زمینه بخونید. الهیاتتون فقط در یک مسیر خواهد رفت. ولی اگر علاقه داشتید به یک کتابی خیلی خوشتون اومد، همیشه اون منابع میتونه کمک بکنه برای اینکه کتاب های بعدیتون رو انتخاب بکنید و استفاده بکنید. ریموند موسویان روی فیسبوک نظر لطفتون است، ما هم شما رو دوست داریم و با اینکه ندیدیم ولی دوستدارای خودمون عاشقش هستیم. چش بسته قبولتون. با ما باشید با بخش بعدی برنامه پژواک. خدمت شما خواهیم بود. شهادت زندگی سونیا رو نگاه خواهیم کرد و تلفن‌های شما رو خواهیم گرفت. با ما باشید. وقتی که 5-6 سالم بود، یکی از دوستان خانوادگیمون بهم گفت که سونیا تو دختر خوب خدایی و خدا خیلی دوستت داره. او برای اینکه منظور دختر خدا بودن را بفهمد، شروع به تحقیق درباره خداوند نمود. هر چقدر بیشتر کنجکاو می‌کردم، انگار اون چیزی رو که میخواستم کمتر به دست میآوردم. در اوایل سنین جوانی به اروپا مهاجرت کردم. نه فامیلی، نه دوستی. باعث شد که پناه ببرم به تمام اون چیزهایی که میشناسم. باعث شد که اون چیزهایی رو که دارم محکمتر بگیرم تا باعث بشه که از دستشون ندم. اون یه ذره‌ای که از هویت خودم مونده بود خلاصش کردم به تمام اون اعتقاداتی که با هم بوده سالها. ولی تو تمام این اعتقادات، تو تمام این مدت همیشه یه حس خالیتون بود. یه حسی که خدا هست ولی کجاست؟ وای داری گریم میگیره. یه جای اون دور دورا که منتظره ببینه من چی کار میکنم. خدایی که فقط وقتی میتونه دوستم داشته باشه که من کارایی رو بکنم که اون میخواد. اگه یه کار اشتباهی کردم سریع ازم ناراحت میشه. غضب خدا چیزی بود که همیشه ازش میترسیدم و این باعث میشد که همیشه بیشتر و بیشتر سعی کنم تا اون چیزی باشم که خدا میخواد. ولی تو تمام اون مدت احساس فاصله‌ای که بین من و خدا بود تمام زندگی من حکم فرما بود. سونیا سعی کرد که از طریق اعتقاداتش خدا را بیشتر بشناسه. با نماز، با روزه، با هر چیزی که میدونستم میدم به دستش نمیارم. احساس میکردم خدا صدامو نمیشنوه. و این باعث میشد که فکر کنم خدا انقدر از من دوره
که نه صدا رو میشنوه و نه حتی منو میبینه. راز آفرینش وجود خدا برای سونیا مجهول مانده بود. لحظه دیدم اصلا خدا رو نمیشناسم. با تمام اون حرفایی که شنیدم، اون چیزایی رو که دیدم یا برام گفتن، این چیزی نیست که من بتونم توش راحت باشم. اون خلایی رو که داشتم نمیتونستم باهاش زندگی کنم. سونیا مسلمان بود، ولی او دوست داشت که هر تئوری که راجع به خداوند وجود دارد را بشنود. رفتم کم کم دنبال خدا، خواستم بفهممش، خواستم بدونم این دنیا واسه چیه، من کیم، اون کیه، اصلا خدا چیه، کی میگه اصلا خدایی هست. تو تمام اون مدت تو هر طوری رفتم که شاید جوابمو پیدا کنم. یک روز برای تفریح همراه همسایگان مسیحی خود به کلیسا رفت. وقتی که وارد کلیسا شدم میخواستم اون چیزی که هستم بمونم، هیچ میلی به تغییر نداشتم. برای همین حرفایی رو که زده شد از طرف روحانی اونجا، به قول معروف از یه گوشی گرفتم و از یه گوش دیگه در کردم. از آن روز به خصوص در کلیسا سونیا اطلاعاتی را به یاد نمی آورد، ولی از احساسات خود می گوید: هر موقع هر پامو که می زاشتم توش، تمام وجودم پر می شد از آرامش، انگار هیچ چیزی دیگه نبود. یه بار که داشتم دعا می کردم تو دنیای خودم، همینطور داشتم حرف می زدم به زبون ساده خودم، نه کلمه های قلمبه سلمبه گفتم، نه حرف های آنچنانی زدم، اون چیزی که ته ته دلم بود. شروع کردم همینطور که داشتم دلم رو خالی می کردم، یه لحظه دم دارم از خدای پدر حرف می زنم، چیزی که تا حالا نشنیده بودمش، حداقل اونطوری که تمام وجودم رو بگیره مثل اون لحظه نشنیده بودم و درکش نکرده بودم. از خدای پدر کمک خواستم، نه از پدر آسمانی، از پدر خودم. انگار واقعا احساس میکردم پدرم. یه لحظه از حرکتم ترسیدم، نم چی دارم میگم، این حرفا چیه، یعنی چی، من سونیا تو این شرایط الان چطوری میتونه خدای بزرگ پدر من باشه، این حرفا چیه، این چیزا چیه که من دارم میگم. با ناراحتی زدم بیرون. او ترسید و مدت زمانی طولانی به کلیسا نرفت، تا اینکه او به طور اتفاقی به یک کلیسای ایرانی دعوت شد. عشقی که چندین سال قبل تو اون کلیسا احساس میکردم و این بینم احساس کردم، چیزی که همیشه داریش، ولی این دفعه تو پنهونی نبود، این دفعه قایم نبود، انگار تو اون لحظه خوشبخت‌ترین آدم توی دنیا بودم. ولی از یه طرف هم ترسی که دارم چیکار میکنم، میتونم به خانوادم خیانت کنم. او غرق افکار خود در گوشه ایستاده بود که شخصی نزدش آمد تا برایش دعا کند. بی اختیار شروع کردم به زانو زدن، شروع کردم به گریه کردن و خدا رو صدا کردن. خدای دیگه نه، دیگه فقط یه خداییه که دور از منه، خدای پدر رو. بهترین حسی رو که تو زندگیم داشتم تا اون موقع رو تجربه میکردم. دیدم دوباره مثل سالها قبل حرف از خدای پدر زدم، خدای پدری رو که واقعا دوستش دارم و اونطور که اون میخوام زندگی کنم. سونیا تصمیم خود را گرفته بود. مادرش به او گفت: من هیچ وقت به کلیسا نخواهم اومد، کاری که تو میکنی اشتباهه و من به هیچ عنوان نمیتونم قبول کنم. سونیا مشکل مخالفت مادرش را برای پدر خود خداوند مطلق تعریف و طلب کمک کرد. خداوند از طریق رویا او را اجابت کرد. خواب مردی رو دیدم که توی یه دریا ایستاده و دستهاش رو باز کرده به سمت آسمون. من پشت این مرد قرار گرفته بودم و هیچ کنتاکتی بین ما نبود. مرد برگشت و سمت من نگاه کرد و بهم گفت که تو که به من ایمان آوردی و من رو دوست داری، اون کاری رو که من انجام دادم انجام بده.
او مسیح را در قلب خود پذیرفت. مادرش نه تنها سونیا را از دست نداد، بلکه دختری بهتر از قبل را دریافت کرد. خدا شکر به خاطر خانواده مهربونی که دارم. خانواده‌ای که همیشه منو دوست داشتن و سپورتم کردن. مادرم وقتی دید که منو به یه چیز ناشناخته ای از دست نداده، خیلی خیالش راحت تر شد و تونست که اینو بپذیره. وقتی دید من دارم هر روز بهتر میشم، این باعث شد ببینه که انتخابی رو که من کردم انتخاب بدی نبوده. و خدا رو شکر به خاطر وجودش، چون من واقعا خیلی دوستشون دارم. خیلی وقتا ما هم در زندگیامون احساس میکنیم که گیج هستیم. نمیدونیم چی درسته و چی اشتباهه. خصوصا وقتی صحبت از خدا به میون میاد، خودمون رو کنار میکشیم و احساس میکنیم که حالا باید جوابگوی خدا باشیم. حالا برای تمام اشتباهاتمون باید با خدای پر از خشم و مجازات رو برو بشیم. اما خدای همچین شخصیتی نداره. او ما رو انقدر دوست داره که میخواد ما تا ابدیت زیر محبت و برکت او با او زندگی کنیم. امروز این تصمیم با ماست که اگر میخواییم او رو بهتر بشناسیم و زندگیمون رو تسلیم یه همچین خدایی بکنیم، کافیه که از او دعوت کنیم تا خودش رو به ما بشناسونه و وارد قلب و زندگی ما بشه. اگر میخواید مسیح رو به عنوان خدا و نجات دهنده خودتون بشناسید، به دعای من گوش کنید. اگر درک میکنید با قلبتون صحبت میکنه، اگر مسیح رو به عنوان سرور و نجات دهنده زندگیتون درک میکنید، با من این دعا رو تکرار بکنید. بگید: خداوند، تو رو شکر میکنم برای فیض و محبت تو. خداوند، تو رو دوست دارم و به تو احتیاج دارم. میدونم که پر از گناه و خداوند پر از خداوند دردها هستم. این رو حس میکنم. شاید تا به امروز راهی براش پیدا نکردم، اما خداوند امروز همه میگن که تو عیسی مسیح هستی، تو خدای زنده و تو شفا دهنده و تو نجات دهنده، تو پر از فیض و محبت، تو خدای قدوس، خدای سرمدی که اومدی روی زمین در جسم تو جان من رو نجات بدی از گناه. همه میگن تو محبت هستی. من میخوام تو رو بشناسم. من میخوام به ذات تو و به شخصیت تو خداوند رو فکر بکنم و بیشتر و بیشتر از تو یاد بگیرم. امروز خداوند من رو از دردها و از این گناهانم آزاد بکن. همینطور که به اسم عیسی مسیح خداوند اعتراف میکنم و میگم که اون نجات دهنده و سرور منه. خداوند گناهان من رو از زندگی من با خون او بشور. خداوند با روح خودت من رویای جدید، به من زندگی جدید بده. خداوند دردها رو از زندگی من بیرون ببر و به جاش قوت و شادی جایگزین کنه. خدای قدوس، من رو خادم خودت بکن تا هر جا که هستم بتونم نام تو رو جلال بدم، بتونم به همه از عشق و محبت تو بگم تا هر که میشنوه خداوند هر زانوی خم بشه و هر زبانی اعتراف کنه که تو خداوند هستی. امروز این دعا رو میکنم چون ایمان دارم با این اعتراف که تو خداوند هستی مسیح جان، تمامی گناهان من پاک شده و امروز در تو زندگی و حیات جدیدی دارم. پس زندگی خودم رو تسلیم تو میکنم. جان من و روح من هر دو رو شفا بده و در خودت به من زندگی و جدیدی بده. تو رو شکر میکنم و به اسم زیبای عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. اگر این دعا رو با من کردید، بهتون تبریک میگم. خداوند در زندگی شما کارهای عظیم خواهد کرد. فقط بنشینید، ببینید و از اون برای دیگران تعریف بکنید. مشاورین ما نیز منتظر هستند تا صحبت‌ها و شهادت‌های زندگی شما رو بشنوند. با ما تماس بگیرید. اما خدا انقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید. کتاب مقدس ما را با واقعیت تلخی روبرو میکنه و اون اینه که ما توسط گناه از نظر روحانی مردیم، ولی در کنار اون مژده‌ای به ما میده که راه نجاتی است و اون عیسی مسیحه. دوست عزیزی که امروز تصمیم خودت رو گرفتی، میتونی با ما تماس بگیری. ما میتونیم تو رو در این راه خدمت بکنیم.
دوستای عزیز فیسبوکی، خیلی ممنون که ما رو به عنوان دوست خودتون اد کردین و اگر دوست داشتین به برنامه ما لایک بدین، اگر هم دوست نداشتین آن لایک بدین، ولی خیلی ما رو پک نکنین. چیزی میخوای بگی؟ خب دوستای عزیز، باز برمیگردیم به سراغ برنامه. ما موضوع برنامه به عنوان ایمان مسموم، باز هم اعلام میکنیم که تلفن ها بازه و ما منتظر تماس های شما هستیم که در مورد ایمان مسموم صحبت بکنیم که چجوری، به چه شکل میتونه بشه، به چه ایمانی مسموم گفته میشه، اصلا چرا مسموم گفته میشه و چه چاره ای داره. خیلی تلفن برداریم بعد. بله موسای عزیز، شما روی خط هستید. دوست عزیز، دوست عزیز موسا روی خط هستیم، بفرمایید. خسته نباشید، دست شما در نکنه. خسته نباشید، دست شما در نکنه. هنوز عیدتون مبارک، هنوز 13 به در نشده. میشنوی موسی عزیز، بفرمایید. از دو میشنوی. الو بفرمایید، صداتون پخش میشه. شما صدای ما رو میشنوین؟ بگم کننده کنی صدای ما رو براتون زیاد میکنن. شما ما صدای شما رو خیلی خوب داریم. شما صحبتتون رو کامل بفرمایید. بعد ببین، من الان برنامه شما رو دارم میبینم. خسته نباشید شما میگم و سلامتی عیسی مسیح دارم برای خودتون قلبا و انشالله که سال خوبی خوشم برای شما باشه. برای شما متشکرم. تو برای شما، همینطور برای شما. بفرمایید. فقط یه سوال من جواب بدیم باشه خانم؟ بفرمایید. بفرمایید. الو. بله بله میشنویم سوالتون رو. بفرمایید. ذکر محبت یعنی چی خانم؟ ذکر محبت؟ ذکر محبت. ذکر محبت یعنی چی؟ والا این ذکر محبت یه بگوید. خواهش میکنم پشت صحنه سوال رو یه مشخصتر بپرسید. دوستان عزیز به ما خواهند داد که ببینیم منظورتون چی. خب عرضم به خدمتتون، داداشون کتاب رو رد کن بیاد این بار. بله بفهم بده چه خبره. کتابی که امروز صحبت خواهیم کرد، بفهم. بله این کتاب آوردیم که صحبت ها از خودمون نباشه، چون مطلب ممکنه یه مقدار حساس باشه. این کتاب رو فکر میکنم دکتر ساسان توسلی از کانال محبت تدریس کرده. من متوجه شدم، داشتم برنامه‌هاش رو نگاه میکردم و بعد خودم کتاب رو داشتم، گفتم فرصت خوبی که اینو بیاریم با دوستان عزیزم اینجا صحبت بکنیم. اسمش هست Toxic Faith یا ایمان مسموم. دو تا نویسنده داره، استیفن آرتبرن و جک فلتون. کتاب جالبی هست. مطمئنم دوستان عزیزی که تا به حال مطالبی به این گونه توجه نکردم، مطمئن مطلع خواهند شد که خیلی از پیش‌فرض‌های رایج توی ایمان مسیحی وجود داره که عرضم به خدمت کتاب مقدسی نیست و این رو به بخش‌های متنوعی تقسیم بندی کرده که ما یک بخشش رو با چندین عنوان متفاوت انتخاب کردیم، می‌خوایم توی این برنامه در موردش صحبت بکنیم. البته شاید یه مقدار گذرا از هر کدوم بگذریم، ولی دوست داریم که شما دوستان عزیزم نظر بدید. اگر مطالب دیگه‌ای هستش که تو این قسمت و طبقه بندی می‌خواید اضافه بکنید، دوست داریم که شما هم در با ما شریک باشید تو این قسمت. درست. ما تلفن رو هم اجازه بدید من خدمتتون بگم. دوستان گفتن که تلفن شاید خانه نباشه زیر صفحه اسکرین. اگر می‌خواید با ما تماس بگیرید، شما تلفن 212-365-6873 212-365-6873 دوستان عزیز اگر اسمس رو هم بگذارن، شما میتونید از طریق اسمس هم با ما تماس بگیرید. درسته. پس ما بریم سراغ اولین موضوعی که ما در مورد ایمان مسموم صحبت کردیم و چرا بهش میگیم ایمان مسموم صحبت بکنیم، با تیتر محبت خدا به رفتار و تلاش من بستگی داره. البته تصویرش هست اگر از دان بتونن بالا بذارن، از دان بیننده ما هم میتونن خانه و واضح بخوننش. خب محبت خدا به رفتار و تلاش من بستگی ندارد. بستگی دارد. دارد. من درست شد. پس اولا بگیم یه لحظه فقط سریع صحبت کنیم از اون از ایمان مسمومی که داریم صحبت میکنیم. باورهای اشتباهی هست که در دنیای مسیحیت و در کلیساها بعضی اوقات در زندگی ایمانداران دیده میشه. ما میخوایم یه خود راجع به اینها صحبت بکنیم. حتی هم از این کتاب بهره خواهیم گرفت، هم از صحبت‌هایی که میشه در این زمینه. ولی میخواید شما از دان راجب اون موضوع اول شروع بکنید. عرضم به خدمتون که محبت خدا به رفتار و تلاش ما بستگی دارد. من میخوام یه مقدار این رو عقبتر یا یه مقدار بیشتر ریشه‌ای‌تر نگاه بکنم.
نه تنها محبت خدا به رفتار و تلاش من بستگی نداره، حتی گزینش خدا برای نجات ما و نجات دادن ما به رفتار و تلاش ما بستگی نداره. من میخوام یه آیه رو بخونم. این آیه شاید یه مقدار ریشه‌ای‌تر یا رادیکال‌تر هست از این سوالی که اینجا میکنه، ولی اگر ما یک مطلب خیلی اساسی‌تر رو نگاه بکنیم، مطالب جزئی و زیر مجموعه رو میتونن خیلی راحت‌تر پاسخ بده. کتاب رومیان باب 9 صحبت خیلی زیبایی میکنه که البته خیلی دوستان عزیز برای رد این مطلب حرفای زیادی رو میزنن، ولی اگر از همین قسمت بخونیم فکر میکنم متوجه خواهیم شد. زیرا کلام وعده این است که موافق چنین وقت خواهم آمد از ساره را پسری خواهد بود، و نه این فقط، بلکه رفقنیشون از یک شخص یعنی از پدر ما اسحاق حامله شد، زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده. در مورد یوسف و یعقوب و عیسی صحبت میکنه که این دوتا هنوز تولد پیدا نکردن، اینا حتی کاری رو نکردن، تلاشی رو انجام ندادن تا خدا اونها رو به خاطر اون اعمال اونها رو دوست داشته باشه یا از اونها متنفر باشه و یا عکس العملی نسبت به کارها اونها نشون بده. میگه اینا هنوز تولد نیافته بودن و عملی نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب اختیار ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده. صحبتش اینه که این چون خدا این اشخاص رو انتخاب میکنه، یعقوب رو انتخاب میکنه، او رو نجات میده قبل از اینکه به دنیا بیاد، قبل از اینکه کاری رو انجام بده، تا نشون دهنده این باشه که گزینش خدا برای محبت یعقوب برخواسته از یا عکس العمل نسبت به کارهای انسان نبوده، بلکه برخواسته از وجود و ذات خود خدای باشنده هستش و علت اولیه کارهای خود خداست و خدا کاری رو انجام نمیده که علت اولیش انسان باشه. درسته. و بعد بله بقیه آیهش هم بگم که بدو گفته شد بزرگتر کوچکتر رو بندگی خواهد کرد، چون که مکتوب از یعقوب رو دوست داشتم و عیسی رو دشمن کرد، که قسمت دیگه‌اش نمی پرد. درسته. همونطور که شما گفتید خیلی وقتا ما می‌خوایم با کارهای خودمون اون بخشش خداوند رو به خودمون اختصاص بدیم و همیشه در بین اینجور افراد کارها و رفتار و تلاش ما عامل اصلی نجاته و در قسمت دوم فیض خداوند عامل دومه. به این شکل نگاه می‌کنیم که خداوند اول رفتار منو می‌بینه، اون شایستگی رو آیا در من می‌بینه که اون بخشش رو به من عطا بکنه و بعد عطا می‌کنه. در صورتی که در به قول معروف نجات ما به هیچ عنوان شایستگی ما هیچ حرفی رو نمیزنه، هیچ به قول معروف نقشی نداره، بلکه تنها فیض خداوند، بخشش خداوند ره که بر حسب محبت خودش به ما عطا میشه و نه همطور که گفتین رفتار ما، همطور که در کلام خیلی وقت خداوند تصمیم میگیره قبل از اینکه کسی اصلا رفتاری انجام داده باشه. خدا علت اصلی هست و ما معلول. اگه خورده بخوایم به بعد فلسفش نگاه بکنیم، یه چیزی جالب هست در این مورد. وقتی ما میگیم ما به خدا ایمان داریم، به خدا این یعنی ایمان من، تکیه من بر خداست، خداست که میتونه یه کاری رو انجام بده نه من. وقتی که من میگم اعمال من باعث نجات من میشه، ایمان من از تمرکزش که بر روی خدا باشه روی من میاد. حالا ایمان من به اینه که من اعمالی رو انجام بدم که بتونه در نهایت نجات من رو سبب بشه. در اگه اینطوری بهش نگاه کنیم شاید یه خورده برامون درکش آسان‌تر باشه. ایمان من به اشخان، به اعمال اشخان نیست، ایمان من به خداست و خدایی که میتونه در من کار بکنه و اون میتونه در من اراده خودش رو انجام بده. اگر اینطوری نگاه کنیم شاید یه خورده برام راحت‌تر باشه، چون دلیل اصلی ایمان ما نباید روی خودمون، روی شخص، روی اعمالی که انسان فانی که عوض میشه در واقع بنا باشه، ولی خدایی که ذاتش در واقع تغییر ناپذیره، ذاتش پر از فیض هست و ما به او ایمان داریم. پس شاید یه خورده اگر نگاه بکنیم به اینکه تمرکز و تکیه ما در ایمان وقتی که میگیم خداست که نجات ما رو میده نه به اعمال من، اینجا تمرکز و ایمان من به خدا در واقع دایرکت میشه یا اون جهتی میره به جای اینکه به خود من. ما به وفاداری خدا ایمان داریم، ایمان پیدا میکنیم که خدا وفاداره، کاری رو که شروع کرده به کمال خواهد رسوند. اگر امروز ما برگزیده هستیم و داریم عیسی مسیح رو به عنوان خداوند میپرستیم و اعلامش میکنیم و داریم او رو متابعت میکنیم، باید این وفاداری خدا رو بهش ایمان داشته باشیم که او اگر ما رو انتخاب کرده تا آخر هم ما رو نگاه خواهد داشت. کسانی که برگزیده نیستن اصلا نگرانی مثلا نیستن، چون خدا رو متابعت نمیکنن، خدا رو هم دوست ندارن، با خدا هم در حال عداوت هستن. ولی اگر ما در مسیح برگزیده هستیم، اگر خدا ما رو تولد تازه داده و نوزایی رو دریافت کردیم، بنابراین خدا امین و عادل هستش، کتاب آخر کاری رو که انجام داده در ما رو به اتمام خواهد رسه. کتاب رومیان باب 8 چقدر قشنگ میگه، آیه 38، زیرا یقین میدانم که نه موت
و نه حیاس و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت‌ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیحش جدا سازد. ایماندار ممکنه از اون حالت فیضش سقوط کنه برای مدتی در وضعیت نادرست و نابسامان روحانی قرار بگیره، ولی اگر خدا او رو انتخاب کرده، اگر خدا او رو داره با محبت ازلی محبت میکنه، همونطور کلام خدا میگه تو رو از محبت ازلی محبت کردم و دوست داشتم، او رو دوباره بازیافت خواهد کرد و او رو نگاه خواهد داشت. وظیفه ما این است که در این وضعیت ها، چه در بلندی چه در پستی، چه در وضعیت های خوش چه در وضعیت های ناخوش، به وفاداری خدا ایمان و اعتماد داشته باشیم و بدونیم که او ما رو در نهایت در واقع ایمان ما عکس العملیه نسبت به کار کامل خدا در ما که واکنش انسانی ما هست، اون بخشی هست که همونطور که در سوال ها صحبت کردیم از طرف ما انجام میشه. این سوال ما باید یه جورایی تفکیک کم بکنیم که قبل از ایمان یا بعد از ایمان. به قول معروف خب قبل از ایمان که اصلا به هیچ عنوان به این جمله درست نیست، و بعد از ایمان درسته کارها و رفتارهای ما خداوند رو خوشنود میکنه، ولی باز هم بر اساس اون روح القدسی که در ما قرار داره، اون افکاری که توسط روح القدس باز شده و اون محبتی که در قلب ما قرار داده شده، اون اعمال بله خداوند رو خوشنود میکنه و اون وقت یه ذره رفتارهای ما به هر حال ملاک هست برای اینکه ما یک مسیحی هستیم. خطرش شاید اگر بخوایم اینطور نگاه بکنیم که کارهای ما روی محبت خدا رو، میزان محبت خدا رو بالا پایین میکنه، حالا اصلا جنبه الهیاتیش با به کنار که اصلا با ذات و شخصیت خدا این همخونی نداره، خدای ما با خدای رو به رسم که خدای لایتغییره و تغییر نمیکنه، اینها اصلا در موردش این صحبت نمیکنیم، ولی این زندگی روحانی ما رو چقدر دردناک و پر از ترس میکنه که من 24 ساله باید این خدایی رو بپرستم، خدایی رو راضی بکنم که هر لحظه ممکنه عصبانی بشه و منو محبت نکنه خاطر اعمال من. من این نکته رو شنیده بودم، توی کتاب‌ها خونده بودم که خیلی از اشخاص به خاطر تجربه بعدی که توی خانواده‌شون داشتن و مخصوصا به خاطر اینکه پدر زیاد مهربونی نداشتن و محبت دائمی به فرزندان خودشون نداشته، نمیتونستن خدا رو به عنوان پدر با محبت نگاه بکنم. و من اینو فکر نمی‌کردم که واقعا توی دنیای واقعی وجود داره، تا یکی از دوستان من باهاش ملاقات کردم، گفت من نمیتونم خدا رو به این گونه نگاه کنم، پدر مهربان، به خاطر اینکه پدر من هیچ وقت با من مهربان نبوده و محبت خودش رو من نشون نداده. میخوام اینو بگم که داشتن تأثیر پذیرفتن از خانواده ما هم ممکنه چنین برداشت رو در ما، چنین تفکری در ما ایجاد بکنه که خدا به این گونه است، خدا مثل پدر زمینی ما هستش که اگر یه کار نادرست بکنیم سری ما رو تنبیه میکنه، سری محبت خودش رو از ما دریغ میکنه و دیگه ما رو توی بالا پر خودش نگه نمیداره و از ما محافظت نمیکنه. ولی کتاب مقدس میگه خدای ما خدای لایتغییره. کتاب ملاکی در موردش صحبت میکنه، خدای ما تغییر نمیکنه. و اگر خدا خدای محبت، کلام خود میگه خدا محبته و اگر ما رو محبت کنه ما محبت ازلی محبت میکنه، و چون خدا در اراده خودش تغییر نمیکنه و در تصمیمات خودش بر نمیگرده و در بخشش های خودش کنار نمیگیره و اونها رو نگه میداره، بنابراین محبت خود رو هم هرگز از ما دریغ نمی‌کنه. این معنا نیست که تنبیهات توی زندگی ما وجود نداره، دیسیپلین وجود نداره. خدا ما رو دیسیپلین می‌کنه، به قول معروف ما یاد میده که چطور زندگی کنیم، ولی محبت اون محبت ازلی و ابدی هستش که شامل حال برگزیدگان او میشه. درست. من اول عذرخواهی کنم از بینندگان عزیز، من خود سرفه می‌کنم، شاید صدا میاد. به هر حال منو ببخشید. خب بریم سر موضوع دوم. درست. نوع دوم، کلیپ دوم، نوع ایمان مسموم. اگر کلیپش رو بذارن که دوستان عزیز ببینن ممنون میشم. داشتن آرامش در زمان مشکلات و سختی ها. این خیلی رایج هست. من از این میدونید این طرز تفکر از ما چی میسازه؟ ما مسیحی های دورو میکنه. خیلی از دوستان عزیز من دیدم توی دردهای بسیار شدید هستن، تا ازشون سوال میکنی چه خبره، اوضاع احوال خوبه، میگن همه چی خوبه، خدا رو شکر بالا مشکل هستش ولی ما در مسیح پیروزیم. حالا میره توی خونه گریه میکنه، توی سر خودش میزنه، افسرده هست، ولی ما این صورت ظاهر رو دوست داریم همیشه نگه داریم. من یاد گرفتم، برای منم سخته، شخصیت هم فرق میکنه، معمولا دوست مردم بعضی دوست ندارن که مشکلات خودشون رو بروز بدن، ولی واقعی بین باشه، اگر توی مشکل هستی، توی درد هستی، نه تنها به دوستانت، به برادران و خواهران، به کسایی که اطراف تو هستن این رو اعتراف بکن، اجازه بده
وقتی یک شونه‌ای رو پیدا کنه که گریه بکنی، سرتو بذاری گریه بکنی، یه نفر که بتونه تو رو تسلی بده، بعد که در حضور خدا چرا بعد دردهاتو تو کتمان کنی؟ آخه برعکسش هم بعضی وقتا پیش میاد. ما وقتی میایم مثلا پیش یک ایماندار درد دل میکنیم، از مشتگراتمون میدیم، اولین چیزی که میشنویم که خواهر من، برادر من، ایمانت کجا رفته؟ خب دیگه اصلا ترس تو رو برمی‌داره، برای اینکه اصلا این جمله رو لااقل نشنوی که به قول دردی به دردات اضافه بشه، پس ترجیح میدی که اصلا هیچ صحبتی نکنی. این خواهر برادری که این حرف رو میزنه، من تشویق میکنم بره کتاب مراسی ارمیا رو بخونه، باب 3 ببینید این ارمیای نبی به این پرجلالی و نبی بزرگ چه صحبتهایی رو حضور خدا میکنه. داره به خدا این حرفا رو میزنه، میگه مرا مثل آنانی که از قدیم مردن در تاریکی نشانده ای. به خدا میگه، میگه گرد من حصار کشیده که نتوانم بیرون آمد و زنجیر مرا سنگین ساخته است و نیز چون فریاد و استغاثه می نمایم دعای مرا منع میکند. راه های مرا با سنگ های تراشیده سد کرده است و طریق هایم را کج نموده است. او برای من خرسی است که در کمین نشسته و شیری که در بیشه خود می باشد. راه مرا منحرف ساخته، مرا دریده است و مرا مبهوت گردانیده است. کمان خود را زه کرده، مرا برای تیرهای خیش هدف ساخته است و تیرهای ترکش خود را به گرده های من فرو برده است. من به جهت تمامی قوم خود مزهکه تمامی روز سرود ایشان شدم. مرا به تلخی ها سیر کرده و مرا به افسنتین مست گردانیده است. دندان هایم را به سنگ ریزه ها شکسته و مرا به خاکستر پوشانیده است. داره به خدا این حرف رو میزنه، میگه توی دهنم، ای خدا، میگه تو دهنم سنگ ریختی، راهامو کج کردی، تیر تو قلب به قلبم نشونه گرفتی، داری منو زجر میدی، آزارم میدی. کفر نمیگه، داره در حضور خدایی صحبت میکنه، همونطور که عیسی مسیح میگه پدر نهان بین شما که از تمام وجود شما، حرفای شما قبل از اینکه دعا بکنید آشکاره. من در حضور خدا چه فیلمی دارم بازی بکنم؟ اگر درد دارم، اگر مشکل دارم، وضعیت زندگیم خوشایند نیست، راضی نیستم، حداقل میتونم پیش پدر آسمانی برم بگم درد دارم، مشکل دارم، اینا مسائلی هستش که من باش دارم دست و پنجه نرم میکنم. حالا خدا رو زیر سوال آدم نمیبره برای حکمتش و برای اینکه چرا تو این وضعیت هستم، ولی حداقل میتونیم درد و دل بکنیم و بگیم که خداوند من نمیفهمم، یا به من کمک کن بفهمم، یا به من قوت تحملش رو بده، یا برای تغییر بده مسائلم رو. ولی چرا نباید این اینقدر با خدا و با برادران و خواهران خودمون رو راست باشیم؟ درسته. خیلی یه جمله‌ای هست که البته با اشکان این کتاب رو می‌خوندیم و ترجمه کردیم، خیلی برای من قشنگ بود، من این رو می‌خوام بخونم، البته این ترجمه اونه، که میگه با وجود اینکه خداوند در مشکلات به ایمانداران آرامش می‌بخشد، ولی حتی یک ایماندار نیز نیاز به وقت دارد تا مراحل نقاهت روحی و روانی را طی کرده تا به آرامش کامل دست یابد، و طولانی و یا کوتاه بودن این دوران هیچ ارتباطی به ایمان قوی و ضعیف اون ندارد، ولی به این معنی نیست که در حضور خدا بودن و یا کلام خواندن بی تاثیر خواهد بود در این دوران. این خیلی قشنگه که شاید ما بعضی وقتا فکر می‌کنیم بابا طرف اصلا از ایمان افتاد دیگه، یعنی 3 ماه در مورد این قضیه ناراحته، این ربطی به این قضیه نداره که اون شخص واقعا ایمان ضعیف و یا قوی داره. کاملا. این چند تلفن بگیرید. چند تلفن رو بگیرم؟ عزیزان رو پشت خط نگذارید. نجیب عزیز از نروژ شما روی خط هستید، خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام برادر عزیز و خواهر گرامی. سلام نجیب. آیش مشورات شما خوبه؟ متشکرم، ممنون، بفرمایید. سلام رو به شما تبریک میگم، بفرمایید. ممنونم، من همچنان وظیفه خود میدارم سال جدید رو برای شما تبریک میگم. امیدوار هستم که سال جدید چراغ روشن در تمام خانه های عزیزان و دوستان ما از برکت نور مسیح باشه. آمین. موضوع برنامه امروز شما که راجع به ایمان مسلم صحبت کردیم، میخواستم از این اضافات البته ناگفته نمونه. یادآوری کنم که چند شب پیش ما یک جلسه در نروژ در کلیسای نروژ داشتیم که جلسه به حساب مردها بود. چه خوب یک کشش راجع به یک برنامه صحبت کردن، گفت که گاد سونفار، یعنی گاد مثل خداوند، مثل پدر یا پدر آسمانی، میتونیم به زبان فارسی بگیم. پدر آسمانی چقدر باشه؟ یا مثلا پدر امخونی و پدر معنوی ما و شما، اما تو که ما و شما با کارهای روزانه خود پدر امخونی خود را راضی و به حساب خوبی می سازیم، با یک کمک با او، با یک کار خوبی که می خواهیم بکنیم،
ما کوششیم که پدر آسمانی خود را نیز خوشنود سازیم. اگر ما می تقاضا داریم که پدر آسمانی ما را خوشنود بسازد، که البته اینجا چرا خوب است که با یکایی از یوحنا فصل دوم آیه 37 را بخوانم که گفته است اگر معجزه نمی کنم به من ایمان نیاورید، ولی اگر می کنم و باز نمی توانید به خود من ایمان بیاورید، لااقل به معجزاتم ایمان آورید و بدانید که پدر در وجود من است و من در وجود او هستم. علالیا یک اعتبار که ما بشناسیم خداوند مسیح را صاحب خداوند همیشه اشیر را نصیب ما شما خواهد کرد که حقیقتا امیتو خواهد شد. تشکر از شما، روز خوش براتون بخواهیم. ممنون از تماسیتون. تشکر برای محبتت. و تلفن یه تلفن دیگه هم داریم. پارسای عزیز، دوست قدیمی ما هم روی خط هست. بفرمایید پارسا جان. دوست عزیز پارسا. سلام پارسا. سلام. سال نو مبارک. سال نو شما هم مبارک باشه. امیدوارم که همه خوش باشیم. در نام خداوند موفق باشید. سال جدید رو شما هم خارج از وطن هستید بتونید سال خوبی رو با همراه با خدمت شما از شبت که بندگان خود داشته باشید. من در مورد موضوع برنامه که ایمان مسموم هستیدم صحبت میکنید، به نظر من شناخت ایمان مسموم و درمان ایمان مسموم بستگی به این داره که ما ایمان سالم رو بشناسیم. وقتی که ما ایمان سالم رو شناختیم میفهمیم که هر چیزی که ایمان سالم نیست مطمئنن ایمان مسموم هست و از اون طریق میتونیم از یک راه حلی براش ارائه بدیم. به نظر من این هیچ بندهی راستین نیست مگر زمانی که اعتماد و اطمینانش به اون چیزی که نزد خداست بیشتر از اون چیزی باشه که تو دست خودشه. یا از نشانه ها، از مواردی که میشه به عنوان یک ایمان حقیقی سالم شناخت و مقابل اون رو یک ایمان مسموم دونست، این است که ما همیشه در همه حال حق رو به زبان بگیم، حتی جایی که به زیان ما باشه. ممکنه یه جا ما یک حرف باطلی رو به سود ماست میزنیم، ولی این نشانه ایمان مسموم هست. ایمان سالم وقتی است که یک فردی حق رو هر چند که به زیانش هست این رو به زبان بیاره و از چیزی نترسه. یکی از نشانه های دیگه ایمان سالم که باز قابل ایمان مسموم هست این است که در سختی و گرفتاری صبور باشه و در موقعی که خداوند اون رو در آسایش و نعمت قرار داده شکرگزاری بکنه، که اگر ما میتونیم با همین ملاک ها معیار ها بسنجیم و ببینیم که آیا ایمان خودمون سالم هست یا نه. و به نظرم مهمترین موردی که بر ایمان سالم میشه اون رو ذکر کرد که ما میتونیم بسنجیم ببینیم آیا ایمانمون سالم هست یا جز اون ایمان مسموم هست، این است که ما ابتداً با دل خودمون به اون چیزی که تناس ایمان داشته باشیم، یعنی به خدا، اون رو با دل بشناسیم و تا شناخت با دل کامل نشه نمیتونیم به ایمان سالم خودمون اعتماد داشته باشیم. وقتی با دل شناختیم باید اینطور باشه که ما به زبان خودمون بگیم این رو که بله، من ایمانم به این چیز هست، ایمانم مثلا به خدا هست، ایمانم به خدایی هست که بزرگ هست، خدایی هست که برای من این کار رو انجام داده. و مرحله بعدش این است که خداوند خودمون رو خوشنود کنیم، یعنی اون چیزی که خدا از ما میخواد رو عمل کنیم بهش و اون چیزی که دوست نداره ما ازش دوری کنیم. دروغ گفتن یکی از مواردی است که خدا از ما میخواد که دروغ نگیم، یا غیبت کردن یا زنا کردن، این چیزها رو ما ازش دور کنیم. این سه مرحله که کنار هم باشه میتونه نشانه ایمان سالم باشه و در مقابلش ایمان مسموم هست که ایمان مسموم شناخته میشه. و البته من خودم راه حلی برای ایمان مسموم ندارم و از شما کارشناسان عزیز منتظرم که در ادامه برنامه راه حل های مناسبی رو بشنوم. مرسی پارسای عزیز، خیلی لطف کردین، از تماستون ممنونیم. و
آیا تلفن دیگه ای داریم؟ تلفن دیگه مخصوص شما فقط کوتاه میشه چون وقتمون خیلی. الهام جان بفرمایید. سلام برادر. سلام الهام عزیز. سلام الهام عزیز، چطوری دوستم؟ من هم سلام عرض میکنم. به اشکان هم یه سلام بکن، دلش نشکنه الهام جان. دیگه دارم شکست خوردم. سلام علیکم. سلام علیکم. مرسی عزیزه. مرسی سلام رو تبریک میگیم خدمتتون. امروز می‌خواستم صحبت کنم ولی با یه سوالی که گفتید ایمان مسموم و ایمان سالم. بله. به نظر من ایمان، البته معذرت می‌خوام، نظر شخصیم اینه که ایمان مسموم و ایمان تا ایمان کلمه ای هست یا چیزی هست بین شخصی، بین خود انسان و پروردگار خداوند. چون که انسان های دیگه که خبر ندارن از بین حالا شما، ما ایمان رو بین خود و خداوند خود میذاریم. ایمان مسموم، البته تصورت نکرده باشم برادر ازین، خواهش میکنم نه بابا، یا نیا کنید برادر ازین، خواهش اشکان. ایمان خداوند ما، من میگم اون ایمان مسمومه اینه که خداوند ما از همه چی آگاهه، همه چی رو داره میبینه. منی که یه ایماندار هستم، چون که برنده به کافی هم داره میشنوه درد مردم، مشکلات مردم و میبینه، از همه مهمتر داره میبینه که حالا چه برسه دیگه شنونده و چیزای دیگه. فرق من ایماندار با ایمان باید چی باشه؟ فرق من ایماندار با ایمان، ایمان مسموم یعنی ایمانی که تو ایمان داری به خداوندت که زنده است و آگاهه، درسته؟ با این حال دارید ازش میخوای، گلگی میکنی. تو کتاب مقدس خیلی اومده، حتی ایوب پیامبر که خودش گلگی کرده دفعه که خدا داره میبینه، خدا آگاه از همه چی، دلش میشکن. به نظر من دلش میشکنه. من اینکه یک ایماندار هستم، نه اینکه چیزی نخوام از خدا، یا یه چیزی درون من تو قلب من چی هست همیشه تو مشکلاتم، که مشکلات که نیست، ولی یه چیزی که اطرافیان انسان ها صد راه میده، اینا یه چیزی سنگ ریزه ها هستن. همیشه وقتی که مهربونی محبت خدا رو دیدم، با اون عظمتش، با اون برکاتی که به این مردم بی ایمان داره میده، چون که به نظر من این مادی که نمیشه اصلا روش گفت، چون معنویه این چیزی که ما داریم درباره اش صحبت میکنیم، درست خارج از فرد. برای همین وقتی که اینو میبینم، میبینم با این همه درخواست به آدم ها که بازم هم میخوان ازش میخوان ولی باز فراموشش میکنن، این داره چی میکشه؟ وقتی که به این فکر میکنم اصلا خجالت میکشم، باورتون میشه؟ وقتی به این فکر میکنم، یعنی یک ایماندار سالم اینه که آگاهیش به این باشه که خدا شونه به شونش داره میاد، احتیاجی نیست اون دهن واز کنه، اونم بخواد برای خداوند، اون باید کمک خداوند باشه، نه که کمک برای چیزی، یعنی لاغه همدردی که میتونیم بکنیم. خارج از ضرورت معذرت میخوام، کاملا حرف شما درسته. میدونین آدم هر کسی که اگر ایمان داشته باشه، به نظر من خواهد جنیفر معذرت میخوام، البته ایمان مسموم ایمانی که شک میکنی به وجود حضور خدای زنده، خواهد جنیفر درسته، که شک داری و باز هم میگی دفعه که خدای زنده، خداوند زنده، عیسی مسیح پا به پای ما، شونه به شونه ما، مگه ایمان ما به این نیست؟ درسته. البته این نظر من اینجا میگیرم. کاملا الهام جان حرف شما کاملا درسته، ولی همطور که گفتیم خداوند ناراحت نمیشه اگر بعضی وقتا حتی ناراحت میشیم، حتی فراموش میکنیم، حتی گلگی داریم، حتی درد دل میکنیم، اون از این قضیه دلش نمیشکنه، بلکه فکر میکنم بعضی وقتا خیلی هم خوشحال میشه که اگر خیلی صادقانه داریم باش رفتار میکنیم. این خیلی به قول معروف قشنگتر از اونی که شاید تو دلمون چیز دیگه میگذره ولی به زبان چیز دیگه ای رو میاریم. واقعا ممنون از تماست، مرسی از ایمان قشنگی که داری و ما باز هم منتظر تماس تو خواهر عزیز هستیم. یه آیه زیبایی هست در کلام خدا، یادم نمیاد کجاست، میگه خداوند میگه که من خیمه های داوود رو از قصرهای سلیمان بیشتر دوست داشتم. یه صداقت و یه رابطه نزدیکی بین داوود و خدا بود. ما مزامیر رو میخونیم، شاید نصفش فقط شکایات داوود هست، ولی چقدر زیباست. من فکر میکنم
البته نظر شما رو میفهمم، هر چه ما در رشدمون به خدا رشد، هر چه در ایمانمون به خدا رشد میکنیم شاید کمتر تحت تاثیر مشکلات قرار بگیریم، اما اینم باید بدونیم که ما انسان هستیم. اگر من مثلا برادرم، خواهرم یا همسرم رو از دست میدم، ناخودآگاه این بلاز روی روانی رو من تاثیر میذاره، به خاطر ایمان کم من نیست، به خاطر اینکه من به اون شخص هم علاقه داشتم، این شخص الان کنار من نیست و به لحاظ روحی و روانی من احتیاج به یک دوره‌ای دارم که از این دوره رد بشم. بیشتر صحبت ما این هست که نباید مورد قضاوت قرار بگیرن ایمانداران به خاطر اینکه دارن از این دوره نقاهت رد میشن. ما نمیگیم افراد مثلا نباید مثلا فقط باید همیشه مثلا حرف مثبت بزنن یا همیشه منفی باشن، ولی به نظر من یه حد تعادلی هست و خدا دوست داره که صحبت‌های ما رو بشنوه، درد دل‌های ما رو بشنوه تا وقتی که رو راست هستیم با خدا. درسته. مرسی الهام عزیز برای تلفنت، بازم با ما تماس بگیر. صحبت‌های خیلی عالی می‌کنی. مونیکای از خوب ببخشید. نداریم؟ خب بریم مورد سوم، وقت داریم یا؟ آره ما فرصت کمی داریم به انتهای برنامه، حدود بیشتر از 10 دقیقه نداریم. 8 مورد مختلف رو هم نوشتیم. اگر نتونستیم که این برنامه تمامش کنیم، اینها رو ما توی هفته های آینده قرار گذاشتیم که توی برنامه های مختلف در مورد ایمان مسموم صحبت کنیم. خب کلیپ سوم رو اگر ایزان پخش بکنند، در مورد شفا هستش، تضمین در گرفتن شفا، که خدا هر دعایی رو که در مورد شفا هست رو جواب مثبت میده و شخص ایماندار باید شفا پیدا بکنه. و اگر شخص شفا پیدا نکنه، یک مشکل توی زندگی ایمانیش هست، یک مسئله هستش که باید توی زندگیش حل بشه. یا ایمانش ضعیفه یا گناهی هست یا درسته. ما باید به این اول اشاره بکنیم که شفای هر کسی بسته به اراده خدا داره. درسته شاید ما دعا میکنیم، اراده خدا رو میطلبیم، اون چیزی که سهم ماست رو انجام میدیم، ولی تمام اینها باید در نهایت به شناخت اراده خدا باشه و به اعتماد به خداوند برگرده. باز در نهایت اون خداست که دخالت میکنه که چه کسی شفا پیدا بکنه و چه کسی شفا پیدا نکنه، ولی در این رابطه ما باید سعیمون بر این باشه که در این قسمت هم رشد روحانی داشته باشیم. یک شخصیتی بود، ایشون یک شهادتاشون رو پخش کردیم، به لحاظ بدنی خورده محدود بودن، فکر میکنم پا نداشتن و نمیستن راه بدن و نمیستن خوب به این برمون بردن، ولی جالب بود. به این عزیز میگن که بعضی مدت که تو ما حالا میتونیم تو رو جراحی بکنیم و خوبت بکنیم. ایشون ایمان میاره به عیسی مسیح، البته قبلش رو به خدا میده و مشغول خدمت میشه، اما بعد از این که بهش میگن بیا حالا جراحی کنیم تو میتونی دوباره راه بری یا چقدر بیشتر، میگه نه، میگه من عادت کردم که با این ضعفی هم که دارم برم و جلال خدا بگم، و وقتی دیگران به من نگاه میکنم و میبینم با وجود مشکل فیزیکی که من دارم من هنوز خوشحالم و خدا رو جلال میدم، برای کسانی که هم مشکل من هستن چقدر باعث برکته. حتی ما نمیگیم که خب حالا هیچ کسی خدا شفا نمیده برای اینکه از اونها استفاده بکنه، اما کسانی هستن که این قابلیت رو دارن که با وجود تمام این محدودیت هاشون اراده و جلال خدا رو نشون بدن به دیگران، و من فکر میکنم خدا از این هم استفاده میکنه در کنار اراده خودش که بتونه برای عزیزانی که شاید در مشکلات هستن، شاید عیسی مسیح رو نمیشناسن که بخوان اون به صورت کلی اون شفا رو داشته باشن. اما یه مشکلی که پیش میاد، من خیلی شنیدم و فکر میکنم خیلی خوبه که حالا در امروز موضوع صحبت میکنیم صحبت بکنیم، این است که عزیزان فکر میکنن تنها ایمانداران لایق گرفتن شفا هستن، هر کسی که به عیسی مسیح ایمان نداره خدا او رو شفا نخواهد داد. متأسفانه ما این مشکل رو داریم، مثلا همین عزیزانی که از اعتقادهای دیگه، باورهای ایمانی دیگه میان، میگن ما در باور خودمون شفا داریم، پس اینجا یه مشکلی هست. اگه شما میگید فقط در عیسی مسیح شفا هست و این دلیل خدا بودن عیسی مسیحه، ما همچین چیزی رو نمیگیم، کلام خدا هم همچین چیزی رو نمیگه. شفا برای نان فرزندان هست، مال ایمانداران هست، ولی خدا در اراده خودش به ایمانان رو هم شفا میده. بعضی وقتا به ایمانان رو بدونه که ایمان به عیسی مسیح داشته باشن شفا داده و بعد افراد به عیسی مسیح ایمان آوردن. با اون کلمه نان فرزندان هست میگم مشکل دارن، چون به نظر من یک پیغام دیگه‌ای رو لابلای اینها داره. که باز هم در اراده خدا، ما باید یاد اینو فراموش نکنیم که در موضوع شفا اراده خدا در اولویت قرار داده تا ایمان ما. ببینید اگر ما این انتظار رو داشته باشیم که یک ایماندار باید همیشه شفا پیدا بکنه، این نتیجه گیری از اونجا میاد که یه آیه رو چند وقت پیش با هم دیگه صحبت کردیم که به زخمای اون شفا پیدا کردیم. این گروه این باور دارن که این قسمت در مورد شفای فیزیکی ما صحبت بکنه. ما دلایل مختلف آوردیم که گفتیم اگر چنین باور، یعنی اگر این آیه در مورد زخمای، اگر زخمای مسیح مرضهای ما رو شفا بده، اگر زخماش در مورد مشکل فیزیکی ما صحبت میکنه، خیلی مشکل توی خیلی از بخشای ایمان مسیحی ما پیدا خواهد شد که این مسئله رو داره نقض میکنه.
حالا ما دوباره بر نمیگردیم این آیه رو با هم بهش گفتیم چجوری ما این مسئله رو مسئله رد میشه که شفای بدنی ما در فدیه مسیح یا در کفاره مسیح جای نداره، اما نتیجه رو گرفتیم که نه، مسیح روی صلیب گناهان ما رو بخشید، مرکزیت اصلی کفاره مسیح روی بخشش گناهان و بازیافت روح ما بود. البته توی تصویر بزرگتر شفای نهایی جسمانی رو خواهیم گرفت زمانی که رستاخیز بدنی پیدا کنیم، ولی توی زمان موقت که روی زمین هستیم این برکت به صورت کامل به ما بخشیده نشده. بنابراین اگر به این صورت هست، چون اینها با صحبت نکته‌های خیلی مختلفی هست که باید بهش نگاه کنیم، ولی اگر پس به صورت کامل ما شفا رو امروز توی زمین دریافت نمی‌کنیم، پس همونطور که جنیفر جان گفتن بستگی اصلی و یا پایش روی اراده خدا قرار داده شده. خدا گاهی اوقات اراده میکنه که شخص شفا پیدا کنه، از طریق شفای اون شخص بسیار نجات میده، در مورد خودش صحبت میکنه، نام خودش رو جلال میده، در شفای ندادن بعضیان با نام خودش رو جلال میده. یعنی فقط جلال نام خدا توی شفای یک شخص آشکار نمیشه، توی شفا ندادن یک شخص هم میبینید خدا جلال پیدا میکنه. و همون نمونه‌ای که گفتی شخص یا مثلا جان اریکسن تادا، یکی از اشخاصی است که سالها روی ویلچر هستش و با مشکلی که براش پیدا کرده و دعا هم بارها کرده خدا شفاش بده، شفا نداده، ولی باعث برکت بسیاری زیادی هست. ممکنه مثلا از بس برای مریضی و مشکل برای وسایل بشارت استفاده نشه، ولی برای ساخته شدن شخصیت شخص هم مؤثر هست. باز برمیگردیم، این خود ما دعا رو میکنیم، این خواست ما هستش، ولی در نهایت این خواست خدا هستش که باید این رو خواست ما رو تایید بکنه. پس ما این حکم رو بر عزیزانی نذاریم که اگر شفا رو دریافت نکردن که دلیل اشکال در ایراد اونهاست، و حتی شفایش کسی رو بر اساس ایمان قوی اون شخص نذاریم، بلکه اراده خداوند. ما داروش عزیزم داریم، آخرین تلفنی هست که خواهیم گرفت. داروش عزیز، ما 2 دقیقه بیشتر به انتهای برنامه نداریم، اگر میشه خیلی کوتاه صحبت کنید، صدای گرم شما رو در این دقایق آخر بشنم. دوست عزیز روی خط هستیم، بفرمایید و فقط با تلفن با ما صحبت کنید، تلویزیون خودتون رو کم کنید. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام، مبارک. بفرمایید میشنم. سال نوتون مبارک باشه. ممنون، هم سال خوبی برای همت آرزو میکنم. واقعا دوستانم دوست دارم از اون میاد. بعد برنامه ایمان مسموم با ایمان سالم بود، میخواستم یه تجربه از خودم بدم که واقعا ناخوراکی ایمان مسموم در مقابلش واقعا ناصادقیه، و ایمان سالم واقعا میتونم صداقت که انسان با خودش صداقت داشته باشه. حقیقتا من اگه بخوام بگم یه مسلمونم هم، ولی همه مذاهب دوست دارم، واقعا نمیخوام مذاهبم رد یا تایید کنم، ولی چون واقعا به من تعمیل میکردم یکی به تعمیلیه، ولی امروزا یه ایمان آوردم به رسله اعتقادی که میخوام واقعا بیانش کنم، هم خداونده که واقعا ایمان آوردم و امروز واقعا خیلی خداوند کمکم میکنه. یکی از راه دعا و مراقبه که دوست عزیز ما فرمود، من میخواستم در مقابل دوست عزیزمون که میگفت ترس داریم اگه میخواست صحبت کنه، واقعا این ترسی که ایمان انسان ضعیف میکنه و نمیرسه به اون نیروی بستر خداوند، به این انرژی من خداوند انرژی میدونم و از خودم هم میخوام انرژی بگیرم، و خداوند اینقدر مهربون اینقدر رعوفه که نوابطی که من دارم کمکم میکنه. داریوش عزیز، معذرت میخوام، من صحبت رو قطع میکنم. داریوش معذرت میخوام دارم صحبت رو قطع میکنم، ما یه دقیقه به انتهای بیشتر به انتهای برنامه نداریم، باید برنامه رو ببندیم. اجازه بدید هفته آینده شما رو داشته باشیم. دوست عزیزمون ریموند موسسیان در مورد روح افسردگی و روح مرگ و از این برنامه ها سوال کرده که هفته آینده اگه شد توی پرسشون رو مطرح میکنیم که آیا این صحبتی که میگن این شخص روی افسردگی داره، روی مرگ داره، روی فلان داره، چیزی هست که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه؟ اینم باز ممکنه بتونیم بذاریم توی طبقه بندی ایمان مسیح. بسیار عالی. خب آیا فرصت هست که بریم ما ویدیو کلیپ هفته بعد رو ببینیم؟ خب پس ما در طول هفته شاید نمیدونم دوستان روی فیسبوک ادامه صحبت ها رو بذارن و یا به عنوان سوال در برنامه های آینده مطرح بشه، ولی باز منتظر شما هستیم در طول برنامه. امیدوارم که لذت برده باشین، دوستتون داریم. پرسش نامرم توی فیسبوک لطفاً پر بکنید. آیا میخواید موضوعات الهیاتی، اجتماعی، سیاسی تفریح داشته باشیم؟ اگر هم دوست داشتید موضوعات خودتون برای ما بفرستید، اونها هم بنویسید که حتماً اون رو توی برنامه‌های آتی جای خواهیم داد. سال نوتون مبارک، هر جا هستید خوب و خوش و خرم. سیزده به در خوبی داشته باشید دوستان عزیز. خدا نگهدار. شبتون خوش.